عصر بخیر همگی. امروز میخوام در مورد بلاهای طبیعی که ممکنه به سر زمین بیاد براتون صحبت کنم و از همه مهمتر در مورد کوههای آتش فشان. و دفعه های پیش در مورد ارتکویک، سولار فلر، اشعه‌های خورشیدی و همچنین در مورد استروید ها و کامت ها که خیلی خطرناکن ویدیو پر کردم. خب بریم سر سینک هول یا گودال های داخل زمین. ما میدونیم که عمر کره زمین 4.54 بیلیارد ساله. دائم این سنگ ها روی زمین پرت شدن، پر از خاک شده بالای کره زمین، سطح زمین. حتی 1 میلیارد سال اول خیلی این پرتاب ها و سنگ ها و خاک ها بیشتر بودن، ولی زیر این خاک ها 4 نوع سنگ وجود داره. یه نوع گرانیت، سنگ دوم رو میگن کربونیتد استون یا سنگ گچ، لایم استون یا سنگ آهک، سالت استون یا سنگ نمد. بین اینا هم سند استون یا سنگ شن وجود داره. خب آب معمولی و خالص پی اچش 7ه، ولی آب باران پی اچش 5.6ه. چرا؟ برای اینکه دائم پولوشن های مختلف مثل تمام گرد و خاکی که از کوههای آتش فشان خارج میشه، از تمام این منابع نفت، تصفیه نفت، کارخانجات، اگزاست ماشینا، تمام وسایل حمل و نقل تولید پولوشن میکنن. اینا میشن ایروسول، میرن بالا داخل ابرا میشن. این ابرا باعث میشه که باران ها یه مقدار اسیدی بشن. حتی شهرهایی که صنعتی ان، خیلی کارخانه دارن، باروناشون میتونه 2.4 باشه پی اچش، یعنی باران اسیدی داشته باشن. همین بارانای معمولی هم که میان از خاک رد میشن، میرن پایین، این سنگا رو میخورن. مخصوصا اگه سنگ نمک باشه یا آهک باشه و گچ باشه. من فکر کنم یادتون باشه همه سال 2013 یه پسر 36 ساله اسمش هم بود جف بوش در فلوریدا زندگی میکرد. فلوریدا و نیویورک چون که بارون زیاد میاد، چون که سنگا لایمستون، سنگ آهکه، خیلی زودتر این گودالا رو تولید میکنن. یک دفعه تو اتاق خواب جیغ زد، برادرش که در رو باز کرد دید اتاق خواب، تخت خواب، برادرش، فرنیچرها رفته پایین. هیچ وقتم جسد برادرش رو پیدا نکردن. البته در تمام جای دنیا سینک هول دیده میشه، ولی بزرگترینش در شهر قاهره در مصره که این اصلا باور نکردنی. اندازه یک شهره، یعنی 72 مایل در 48 مایل که میشه 120 کیلومتر در 77 کیلومتر. یه عکسی دارم، خیلی هم خوب نیست ولی از هیچ چیز بهتره. البته میبینین کنارش هم آپارتمان بیلدینگ هست. گودال این چاله 133 متره. البته یه برنامه خیلی خوبی دارن، میخوان این گودالا از دریای ددسی، دریای مرده، یه لوله واردش بکنن، پر آبش بکنن، از انرژی آب الکتریسیتی تولید کنن برای مصر، که ایده فوق‌العاده خوبیه. خب بریم سر لندسلاید یا ریزش زمین. میدونه کوه باشه، میدونه برف باشه. اولانچ یعنی که هم سنگ، هم خاک، هم برف، هم یخ، که ما دیدیم چقدر افرادی که اسکی بازی میکنن زیر این اولانچا رفتن و فوت کردن، خونه ها خراب شده. ولی امروز من میخوام از خطرناکترین نوعش که ممکنه پیش بیاد صحبت کنم. اولا بعضی از جزایر چطوری تشکیل میشن؟ بعضی از جزایر از کوههای آتشفشان که فعال میشن، اینو توضیح کامل میدم. اینها لاواها که میاد حتی اینقدر زیاده که از اقیانوسا خارج میشه، تولید جزیره میکنه. مثل جزایر مثلا اروبا در جنوب کربیان، دریای کربیان، یا اینکه جزایر هاوایی و جزایر کانری آیلند یا قناری به فارسی. من این عکس رو براتون آوردم که شاید قشنگتر توضیح بدم. ببینین الان اقیانوس کبیره، 132 تا جزیره این هاوایی وجود داره، 8 تاش بزرگه. اینا حدود 2470 مایل از کجا؟ از کالیفرنیا و مکزیکو اینا دور هستن. خب
این طرف هم بریم قناری، جزایر قناری 17 تا جزیره است. هر سال 14 میلیون میرن اونجا بازدید، برای اینکه تلسکوپای عظیم مثل گراند تلسکوپ، ویلیام هرشل، اینا تلسکوپای چندین طبقه است، میرن دنیا رو تماشا کنن. ببین در اقیانوس اطلس قرار گرفته. از طرف مراکش حدود 100 کیلومتر یا 60 مایل فاصله داره تا شرق آمریکا 5760 مایل، یعنی از نیویورک، واشنگتن، بوستون همین جوری. این کوها، این تمام جزایر کجا هستن؟ زیرشون شنه، پر شنه. اگه ببینین شن رو ادامه بدین، میرین سواحل اروبا برین، میبینین پر از شنه و اینا خیلی خطرناکن. قبل از که ادامه بدم میخوام یه توضیح بدم در مورد کوها. ما همه فکر میکنیم کوهای اورست که این کوها بین تبت و نپال هستن، بلندترین کوهان که ما بهشون میگیم 29,029 فوت، یا به متر بگم 8,840 متر. البته اینا از سطح دریا 8,840 متره، ولی اگه بلندترین کوها را از پایشون بخوایم حساب کنیم، ماناکیا که چقدر تلسکوپ های دنیا در هوایی روی این ماناکیا قرار گرفته، 40% دنیا، شمال دنیا را از این کوها تماشا میکنن. 1,200 متر، یعنی 6,000 مترش زیر آبه، 4,200 بالای آبه، که واقعا بلندتر کوه. کوه دوم کیالوا، اینم کیال مانالوا، معذرت میخوام، مانالوا، اینم در هوایی هستش، 9,170 متر، اینم باز تقریبا 6,000 مترش پایینه. و بعد میتونیم بگیم اورست از پایه بلندترین کوه، بعد چهارمی و تدا. تدا در همین قناری آیلندا هست، 7,500 متر، نصفش زیر آب، نصفش بالاست. خب این کوه ها رو تصور کنید، این همه فرنیچر، این همه آدم، این همه تلسکوپ. خود تدا بزرگترین رصدخانه خورشیدی روی تدا قرار گرفته. این همه وزن، اگر زلزله بیاد که خیلی امکانش، برای اینکه کوه آتش فشان توضیح میدم با زلزله همراهه، این کوه ها پرت بشن تو آب، اصلا فاجعه گفتنی ناپذیره. از این طرف کوه های هاوایی یکیش پرت بشه، اصلا ممکنه که تولید سونامی که میکنه این موجای آب بیش از 500 متر بلند باشن. از اون طرف از قناری ممکنه که بیش از 400 متر، از این طرف از کالیفرنیا و مکزیک ممکنه هزاران نفر بمیرن، چون گفتم نزدیکتر 2470 مایل فاصله داره. از طرف قناری ممکنه صدها هزار نفر کشته بشن. پس ببینید چقدر خطرناکه و ممکنه پیش بیاد. حالا بریم سر کوههای آتش نشان که خیلی مهمترن. اولا در دنیا میلیون ها کوه وجود داره. قبلا هم گفته بودم که یک چهارم سطح زمین خشکی ها کوه هستن. البته 1,500 تاش میتونن آتش فشان بشن. یعنی چی؟ یعنی اگه زیر کوه رو تصور بکنین، اینا رو میگن هات اسپات، یعنی میتونن کانال پیدا کنن بیان بالا. چیا بیان؟ بیان مگماها. اینجا اگه کره زمین هستشه، یه قسمتش 750 مایل قطرشه جامده، بعد 1,350 مایل اینجا پر از آهن و ورشو و فلزات دیگه آب شده هسته. وقتی دو جسم در کنار همن، در فیزیک هم حرارت میشن. این حرارت ها میخوان فرار کنن بیان بیرون. پس چی میشه؟ کوها رو پیدا میکنن، از کوها میان بیرون. اولا خطرناکترین کوه آتش فشان در دنیا تمبورا در نیوزیلند بوده. سال 1815 9,200 نفر مردن. البته حساب کردم به طور دقیق، از 1820 میشه 28 سال تا حالا 25,000 نفر به خاطر این فعالیت این کوههای آتش فشان فوت کردن. ولی میشه گفت فعالترین در کیلاویا در هاواییه، بعدم یه دونه هست اساما در ژاپن. ژاپن چرا این همه زلزله هست؟ 110 تا کوه آتش فشان داره. خود آمریکا 169 تا کوه آتش فشان داره، البته 90 تاش در آلاسکا است. و کوه دوامن
دماوند در ایران میتونه فعال بشه، ولی هر سال 30 تا 50 تا کوه آتش فشان فعال میشن، ولی در اقیانوسا 80 تا 90% این کوها زیر آبا فعال میشن که اصلا ما نمیبینیم، خبرم نداریم. از کوههای دیگه براتون بگم، البته این تنبورا هست، ببینید گاهی موقعا این خاکسترا و خاکا و اینا 12 مایل بلندیشونه که البته پر از گازهام هستن، گازهای کربن دای اکساید، سالی 140 تا 440 میلیون تن کربن دای اکساید این کوها به آسمون وارد میکنن، که چقدر خوبه این گیاهان کربن دای اکساید لازم دارن، وگرنه این همه جمعیت داره زیاد میشه، این گیاهان هن که برای ما غذا تولید میکنن. در هر حال باید یک کوه دیگه، چند کوه دیگه نشونتون بخوام بدم. اتنا، این کوه اتنا سال 2015 در ایتالیا فعال شد. این عکس رو بعد از 15 دقیقه عکاس گرفته. این لاواها رو میبینین، همینجور مگماها که میان بالا تبدیل میشن به لاوا، بهشون میگن لاوا. حالا البته 97% این لاواها آب گرم، بخار آبن. این لاواها 1200 درجه سانتیگراد حرارت دارن. 25 بار این اتنا، کوه اتنا که وارد شده اصلا شهر اتینا در ایتالیا، 25 بار در یک سال فعال شده. ببینین کوها چقدر میتونن خطرناک باشن، شهرها رو خراب بکنن. ولی من جالبتر این کوه هم براتون آوردم، ایوگاشیما. این در ژاپنه، خیلی هم جالبه. نگاه کنین اصلا شهر، اولا اینجا اقیانوسه، انشالله دیده بشه، اینجا اقیانوسه، بعدن کوه آتشفشانه، شهر داخل کوه آتشفشانه، وسط هم کشیدم. 230 سال پیش فعال شده، اون موقع 327 نفر تو این شهر، اصلا ده شهر که نیست، 140 کیلومتر مربعه زندگی میکردن، نصفشون رو نجات دادن، نصفشون مردن. بعد از 2 هفته که آروم شده کوه دوباره برگشتن. الان 3030 تا جمعیت داره. گفتن ما عاشق شهر خودمونیم و میر دارن، شهردار دارن و خیلی هم خوشحالن. ولی ببینین چقدر بلنده، اگه بخوان اینا رو نجات بدن چقدر مشکله. اینا در ژاپنه، البته ژاپن برنامه‌های درست کرده، چون که خیلی زلزله دارن، سونامی دارن، کوهای آتش فشان گفتم 110 تا دارن، که مردم رو آگاه میکنن که اگر شروع شد به فعالیت از خونه هاتون در نیاین و سعی میکنن که به مردم وارنینگ، آگاهی بدن، اقلا 5 دقیقه که اونم بد نیست. بعد میریم سر کوه مهم در آمریکا که بهش میگن کوه هلن در واشنگتن استیت. این کوه هلن 1980 فعال شد و 57 نفر رو کشت. البته 1480 هم که فعال شد و عده بیشتر رو کشت. و این کوه خیلی مهمه برای اینکه روش خیلی خیلی مطالعه کردن، برای اینکه نمیخوان دیگه اتفاق بدی بیفته. گرفتن لوله های متعددی داخل کوه تولید کردن تا بتونن موجای زلزله رو پیش بینی کنن. اولا چرا اصلا کوه آتش فشان تولید میشه؟ برای اینکه دو تا تکتونیک پلیت مخصوصا میرن زیر هم دیگه، وقتی که میرن زیر هم دیگه این لاواها رو، مگماها رو هل میدن که بیاد بالا. نگاه کنین با مطالعات زیادی که کردن روی کوه هلن، همونجور که گفتم اینجا ببینین 25 مایل، 25 مایل میگیم پوسته، کراست زمین، پایین تر رو میگیم گوشته، منتل زمین. خب ولی اینا رفتن تا 50 مایلی، موجایی که در میاد میتونن مطالعه بکنن. دیدن که وقتی که مخصوصا پلیت های اقیانوس میره زیر اینجا نورت آمریکا، پلیت نورت آمریکاست میره، باعث میشه که هل بده این مگماها راه پیدا کنن بیان بالا. هر چقدر اینا تکتونیک پلیت ها توضیح دادم دائم دارن تکون میخورن، سر جاشون نیست، هر دفعه که این مگما میاد بالاتر یه مقدارش یه جای ذخیره میشه، بعد میاد بالاتر، بعد میان بالاتر ذخیره میشن. از کجا میدونن؟ چون موجها وقتی که مثلا موجای زلزله هم همینجور از سنگای جامد عبور میکنن تند میان بالا، سنگای مایع یا سنگایی که مگما دارن عبور میکنن چی میشن؟ یواش میشه سرعتشون.
میان همینجور بالا، هرچی تکون تا اینکه تکون انقدر زیاد میشه که اینا دیگه دهانه باز میکنن، کوه منفجر میشه، گاز ها خارج میشن، مگمه ها خارج میشن، مواد معدنی خارج میشه. من یه سنگ پا را آوردم ببینیم تمام فلزات که گفتم حرارتش ممکنه 1200 درجه سانتیگراد باشه، خود مگمه ها 6000 درجه سانتیگراده، همه از بین رفته. اینا مثل لاوا میان بعدن جامد میشن، دوباره مثل سنگ پا میشن. تاپو باز یه دونه میتونیم بگیم که کوه آتشفشانه در نیوزیلند، ولی خیلی قشنگه برای اینکه خیلی دریاچه تولید کرده. مثلا این دریاچهش میگن امرالد یعنی زمرد. ببینین تمام مواد معدنی که وارد شده، ببین سبز رنگ شده، خیلی قشنگه. یه دریاچه دیگه هست در اینجا، البته بهش میگن استخر، شامپین بهش میگن. شامپین میگن چرا؟ رنگ هلو شده، رنگ هلو شده. ولی یلوستون نشنال پارک هم یکی از زیباترین 3170 مایل مربع این وسعت داره. ولی تمام یلوستون، اولا نشونتون بدم که نگاه کنین این استخرش دریاچه است، اصلا دریاچه همه نوع مواد معدنی خارج کرده ازش، ببینه همه رنگ هست، خیلی جالبه. این پارک اصلا از کوههای آتشفشان تولید شده. زیر یلوستون 40 مایل کوه آتشفشان وجود داره. اولا اینو تا این که فراموش نکردم توضیح بدم برای اینکه خیلی مهمه. میدونین که کوههای آتشفشان تولید گایزرها، چشمه‌های آب گرم میکنن، استخر میکنن. در یلوستون 500 تا گایزر هست، بعضیاشون روزی 20 بار فعال میشن. 10000 تا دریاچه هست در جایچه‌های معدنی، همین چه دیدین دریاچه هست، هاد اسپرینگا هست، جاهایی هست که بابل میاد. مخصوصا یلوستون تولید سولفوریک اسید میکنه، H2SO4 که اسید خیلی خطرناکه. دانشمندان خیلی نگران این پارک هستن. قبل از که از نگرانی دانشمندان بگم، فرض کنین یه دریاچه سال 2016 یه پسره بوده، کالین سکات اسمش بوده، با خواهرش رفته بوده گردش. خواهرش میگه رفت دست بزنه ببینه آب دریاچه چقدر گرمه، لیس خورد افتاد تو آب. این اسیدی که همونجور گفتم برادره آب شده، مرده، از بین رفته. خیلی این پارک ها خطرناکه، چون معلوم نیست که این چشمه ها یا گایزر ها چه نوع آبی تولید میکنه. همونجور که گفتم خیلی از اینا آب اسیدی که برای به خاطر سولفریک اسید خیلی نگرانن. برای اینکه یلوستون اول 2.1 میلیون سال پیش فعال شده، بعد 1.3 میلیون سال پیش، بعد 640000 سال پیش، یه دونم کوچیکش 170000 سال پیش فعال شده. دانشمندان میگن از وقت فعالیتش گذشته، خطرناک سولفوریک اسید. فرض کنیم این کوها از این فعال بشن، میگن تقریبا نصف آمریکا 3 فوت خاکستر تولید میکنه. چون این سولفوریک اسیدا همینجوری که گفتم میتونن 12 مایل برن تو آسمون. چی میشه؟ اصلا جلوی خورشید رو میگیرن، سرد میشه. پایینم که میان تمام مزارع یخ میزنه، نه تنها یخ میزنه، محصولات کشاورزی داغون میشه. تا 10 سال نمیتونن اونجا اصلا چیزی بکارن، تولید بکنن. میلیون ها نفر میتونن از گرسنگی بمیرن. ولی خب زیادم نگران نباشید، برین پارک فوق‌العاده قشنگ، لذت ببرید. چرا؟ دانشگاه یوتا در این پارک به این بزرگی صدها زلزله سنج ناحیه‌های مختلف گذاشته، دائم چک میکنن. بعد ناسا یه دونه سفینه داره به اسم ترا داره از 1999 دائم داره دور زمین میچرخه، کوچکترین تکانی روی کره زمین رو گزارش میده. الان دانشمندان میگن هیچ خطری در میان نیست، ما تا دانشمندان رو داریم نباید قصه بخوریم. خب من هفته دیگه هنوز بلاهای طبیعی تموم نشده، به افتخار نوروز که واقعا یک عید باور نکردنی، دنیا زنده میشه، شاد میشه و مهمترین عیده. من ماه دیگه در مورد ماه، همه چیز در مورد ماه براتون توضیح میدم.
بعد خیلی مطالب زیاده، شاید چندین ماه دیگه، شاید سال دیگه براتون بلاهای طبیعی و ادامه بدم. و عزیزتون خواهش میکنم اگه دوست داشتین به دوستانتون بگین. یه نفرم به من قول داد هیچ وقت اینو برادکست نکردن که فقط دوستان من دارن این ویدیوها رو نگاه میکنن فیسبوک، ولی اگه به چند دوستاتون بگین برن فیسبوک یا یوتیوب بزنن دانش شمسی یک کلمه، میدونن این ویدیو 24 تماشا بکنن. خیال دارم هفته یه دونه ویدیو براتون پر کنم و خیلی هم ممنونم از خیلی از شما که دارین تماشا میکنین، برای من کامنت های خیلی قشنگ مینویسین. هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. خدا حافظ همگی.